این سند تحول بنیادین انشالله در نظام آموزش پرورش ما فردا قرار رونمایی بشه. آیا بسترهای لازم برای اجرای این سند دیده شده؟ وجود داره؟ میخوام بگیم اولین بار در طول تاریخ که ما فلسفه تعلیم و تربیت رو تدوین میکنیم و بر اساس اون سند راهبردی تحول رو داریم ارائه میکنیم و به قول مقام معظم رهبری نقشه جامع آموز پرورش رو آماده کردیم. از همون دو سال که بنده وقتی تقریبا 24 آبان ماه 88 که وارد آموز پرورش شدم و رأی مجلس رو گرفتم، از آذر ماه ما کار رو شروع کردیم برای تدوین این کار و آماده کردن و مصوب کردن در شورای عالی آموزش و پرورش و در 35 جلسه این رو مصوب کردیم. از همون زمان در شورای عالی انقلاب فرهنگی که بردیم و کار رو شروع کردیم و کارهای مطالبتی همه جانبه هم انجام پذیر حوزه علمیه اساتید همه کار کردن، همزمان شروع کردیم زیر ساختار رو آماده کردیم. اگر دقت کرده باشید من بارها اعلام کردم در طول این دو سال 70 موضوع در آموزش و پرورش مورد بحث و بررسی قرار گرفته و اجرایی شده. این 70 تا تو دل این سند دیده شده بود؟ زیر ساخت، بله بله، همش در راستای این سنده. زیر ساختار رو آماده کردیم. زیر ساختار چند نمونه رو مثال میزنه دکتر؟ بله، چون همین بحث حضور شما هست و آماده شدن برای تغییر کتب درسی، اصلاح ساختار مدارس. ساختار چی یعنی؟ ساختار مدارس. ببینید ما کل ساختار آموزش و پرورش رو برای اجرای سند تحول تغییر دادیم. مثلا در وزارت آموزش مرکز فناوری ایجاد کردیم، در آموزش مرکز سنجش آماده کردیم، در آموزش پرورش ابتدایی رو 6 سال جدا کردیم، یک معاونت کردیم، 6 سال دوم رو یک معاونت کردیم. 70 موضوع رو ما در آموزش و پرورش از این قبیل، مثلا در تمام مدارس در سراسر که در تمام ادارات در سراسر کشور مسئول فناوری تعریف کردیم، مسئول سنجش تعریف کردیم. یعنی زیر ساختی که ما دیگه وقتی سند به ما ابلاغ میشه به آسانی و به راحتی بریم برای اجرای این نقشه جامع علم کشور، باز متعلق به همین چند وزارتخانه است. ما 57 اقدام ملی در اونجا داریم که باید انجام بدیم. وزارت آموزش و پرورش که خیلی هاشون با این سند تحول با همدیگر همپوشانی دارن و در واقع مؤید همدیگر هست. خب بنابراین ما زیر ساختار رو در سراسر کشور، نه برای همه، این تا سال 1404 باید اجرایی بشه. یه سری کارها مقدم است، ما شروع میکنیم، بعضی از کارها رو باید بریم اقدام کنیم. مثلا بحث کتب درسی در این سند تحول گفته شده که باید متناسب سازی کتب درسی، متناسب سازی ساعات درسی، متناسب سازی روزهای در واقع تدریس و تحصیل و دانش آموز، و از اون مهمتر یک بحث تحت عنوان برنامه درسی ملی مصوب شده، نقشه راه همه کتب، نقشه راه روش‌های تدریس، نقشه راه ارزشیابی. خب ببینید اینها از هر قسمت که ما بخوایم شروع کنیم، الان خود این سندی که مصوب شده بالغ بر 130 راهکار داره. حالا اون اهداف سرجوشه. دکتر سوالی که در ذهن مردم عزیز ما هست این هست که چه تحولی قراره ایجاد بشه در آموزش و پرورش؟ از کی این تحول میخواد ایجاد بشه؟ چه مؤلفه هایی داره این سند؟ سوال بسیار خوب و کارشناسی است. خدمت شما عرض کنم که اگر میخواد بگیم که سند تحول چه تغییری میخواد در آموزش انجام بدهد، من میخوام این رو اصلا، این سخن البته از مقام معظم رهبری هم هست، با البته لفظی که من به کار میبرم، الفاظ از ایشان نیست، نقل به مضمون. سند تحول باید به تمام زوایای آموزش و پرورش بتابد. یعنی هیچ جای آموزش و پرورش نیست که تحول شامل اون قسمت نشود. خیالتون رو راحت بکنم و خیال ملت عزیزمون رو که ما یک سال شب و روز کار خواهیم کرد روی. یعنی وزارتخانه مستقر شده با 750 ستاد با 12 کارگروه و تمام توانمون رو به کار می‌بریم. ما آرزو موفقیت است و آرزو می‌کنیم که این سند و زحماتی که همه شما بزرگواران و همکاران دیگرتون کشیدن منشأ خیر باشه در نظام آموزش و پرورش کشورمون. و با دکتر یک گوشه از این سند، نه اصلا ما شاید بفهم خیلی کوتاه دکتر، بله بفهم خیلی کوتاه. من یه
یه دو جمله عرض بکنم. حالا تمرکزتون شد همش روی سند تحول، بهانش هم چون همین رونماییه. اما یادمون باشه که ما الان داریم اسناد بزرگ برای کشور تصویب میکنیم، تهیه میکنیم. ما وقتی قول دادیم که نقشه علم بنویسیم، نوشتیم. وقتی قول دادیم سند تحول آماده کنیم، با مشارکت دانشمندان تدوین کردیم. انشالله اجرایی خواهد شد. این نگرانی های جزئی و مستاقی و موردی گفته میشه در ضمن کار برطرف میشه. نحوه بازنگری ها و ترمیم کردن ها کاملا پیش بینی شده. انشالله به حول قوه الهی الان شورای انقلاب فرهنگی بلا فاصله بعد از این تصویب این سند از چند جلسه قبل مهندسی فرهنگی رو در دستور کار قرار داده. الان 4 جلسه است در موضوعات فرهنگی و آسیب شناسی وضعیت فرهنگی کشور داریم کار میکنیم. مطالعات مختلف و فراوانی در موضوعات و مصادیق حتی منتها یادتون باشه و یادمون باشه که اینا دو جریانه، جریان علم و جریان فرهنگ، البته در یک کلان همه اینا با هم هستن. ما هرچی سند تصویب میکنیم ذیل جریان علم میشه، نقشه جامعه علمی، سند تحول، هر چی ذیل این، نخبگان، آموزش، پژوهش. هرچند در بخش فرهنگ، سینما، موسیقی، کتاب، مطبوعات، زنان، کودکان، انواع و اقسام مسائل مرتبط با تهاجم فرهنگی، جنگ نر، همه ذیل مهندسی فرهنگی و مسائل مرتبط داره تعریف میشه. بنابراین ما سند نویسی تکراری نمی کنیم. ما دو تا جریان رو دنبال میکنیم برای محقق شدن اون نگاه کلان چه اسنادی مورد نیاز است که مجریان بتوانن اونها رو اجرایی بکنن. میشه اون اسناد مرتبط مشخصی که در هر بخش باید شکل بگیره. امیدوار هستیم سال آینده، حالا شاید زودتر، شما در برنامه 5 تکلیف شده که شورای عالی انقلاب فرهنگی تا پایان سال اول برنامه کلان نقشه مهندسی فرهنگی رو تصویب بکنه. ما انشاءالله سعی میکنیم تا آخر سال سند نخبگان رو هم که شروع داریم میکنیم، اولین جلسهش گزارشش ارائه شده، انشاءالله سعی میکنیم توی همین ماهای پایانی سال به اتمام برسونیم و پیوست فرهنگی. این ستا رو ما انشاءالله امسال به حول قوه الهی در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا داریم جمع‌بندی نهایی و تصویب بکنیم، دست دستگاه‌های مجری و نهادهای اجرایی عملیاتی بدیم، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد فاز در حقیقت نظارت استراتژیک و راهبردی خودش بشه. بله، تو این زمینه هم ما سازوکارهایی رو در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تدارک دیدیم که بتوانیم ورود پیدا بکنیم به مرحله بعدی. اسناد نمانه در مرحله فقط تئوریک، بلکه حتما در صحنه عمل خودش رو نشون بده. انشاءالله این سندها اجرایی بخواهد بشود سالهای آینده. شما از ما فقط باید بپرسید نظارت کردید، گزارش نظارتیتون چی شد. ما هم تو اونجا دیگه تعارف با اون دستگاه نمی کنیم. موفق بودن میگیم موفق بودن در این بخش، ناموفق بودن یا ناکارآمد بودن اون رو هم انشاءالله اعلام خواهیم.